شد و رفت. بله استاد، صحبت فرمودید اون ماجرای احتمال اون حادثه ها رو و به من گفتید که شجاع باشم و نترسم. از اون موقع فکر میکردم و حالا در یه ساعتی خلوت شد سرم، یه اشکی هم جاری شد، ولی اشک واقعا شوق بود استاد. یعنی اون لحظه من دیدم که اگر هم اون احتمال اتفاق بیفته، برای من مثل اینه که یک مهر تاییدی به جستجوی این چند دهه زندگی من میزنه، با همون، یعنی با همون انتقام و بلا انگار داره به من میگه که هستم، داره خودش رو به من نمایان میکنه. و من آخرین لحظه های زندگی رو داشتم تمام این حادثه رو نگاه میکردم، انگار داشتم خدا رو میدیدم. خیلی برام جذاب بود استاد، یعنی حتی اون احتماله هم عشق و خیره. یعنی حتی اگر که اون تنبیه هم سراغمون بیاد، اون تنبیه هم از سر عشقه، و اگر اون پروردگار خودش رو نمایان بکنه همینه. یعنی ما همش با نشانه ها دیدیم. احسن اگر استاد، درود بر شما، برای این شما را نیرو سوم گفت. اصلا جان به جان آفرین باید تسلیم بکنیم از دیدنش. یعنی اون خودش رو داره یه لحظه نمایان میکنه. من اصلا بلا نمیدیدمش، داشتم میدیدم اه پس اینی که داریم کدمون کشیده میشه به خاطر یه لحظه به اون عظمتش نگاهمون افتاد، و اون هم از سر عشق. یعنی دیگه اومده ببینه بچه به هیچ صراطی مستقیم نیست، مادره اومده الان گوشش رو میکشه، یه دوتا کشیدن میزنه بیا برو بشی پای درست. من اینا رو داشتم بعد از صحبت با جناب عالی مرور میکردم. خیلی بله. جالبی بود استاد عزیز. نیروی سوم که الکی فرمان نداد شما را بیاره، که بنده هزار بار تریلیون بار اعلام کردم بنده فقیری بیش نیستم. من اونی که تو اسکن میبینم میگم، شما باید بیای باز کنی. تمام شد و رفت دیگه، ما چی بگیم اینا؟ ببین الان به همون شیخ در چون میدونم بلوچستان، حالا من میذارم صدا را تو کانال و اینا، گفتم شیخ اگه تو عالم بودی، حتی اگه جاهل بودی، نه عالم، اگه یه جاهلم بودی باید متوجه می شدی که یه فقیر که تمام زندگیش مشخص شده داره چی میگه. ولی حتی جاهلم شما نیستید. ببین اینا جاهلم نیستن، چون ببین آدم جاهل یه چیزایی را خوب میفهمه، آدم باطل زودتر یه چیزایی را میفهمه تا اونا که ادعا میکنن فلانه. ولی متاسفانه تو ایران الان حتی جاهلم نیستم، یعنی نه جاهلم نه باطلم نه حقم نه وسطی وجود داره، هیچی یه چیزی را همینطوری ایستاده و اینها روشو همین کلید کرده فلانه. شما ببینید ما این همه حقایق بنده فقیر الان برای عالمیان روشنه، هنوز به قول شما مردم میان مسخره میکنن. تو ببینید هنوز یکیش هم زیاده، ما نمیگیم تعداد زیاده، ما به قول تو کانال ها و اینا مثلا میگه آقا یه نفر دو نفر یه چیزی میگه، ولی همون یه نفر دو نفر میشه چی؟ میشه همون یه درصدی که میگیم دیگه، یعنی همون یه درصدی خیر، همون یه درصد هم شر باشه اینجا دو مرتبه چی میشه؟ بعد انتهاش چی میشه؟ او اتفاقی دو اردیبهشت باید بیفته، یعنی درگیری بین حق و باطل وقت میخوره به هم. اینه که من هشدار دادم مواظب باشید زیر زمین بالای زمین. خلاصه حالا بنده فقیر که دعا میکنم فریادام هم زدم، ولی نترسید نگران نباشید. بله یا روی را این همین آسمان که صدا میزنه بارندگی میشه فلان.